بریم یکی از پرطرفدارترین ساندویچ‌های نوستالژیک رو با هم درست کنیم. پیاز خلالی و سیر درست رو تفت میدیم، بعد از اینکه سبک شدن زردچوب فلفل سیاه نمک یکم دیگه تفت میدیم، گوشت گوساله رو اضافه میکنیم، بعد از اینکه تغییر رنگ داد بهش آب اضافه میکنیم میذاریم بپزه. باید به این درجه از پخت برسه. گوشت رو جدا میکنیم، آب گوشت هم با سیر و پیازا کاملا میکس میکنیم، نگهش میداریم که بهش نیاز داریم. گوشت رو ریشیش میکنیم، میریم سراغ درست کردن پیاز کارامل. پیاز خلالی رو با حرارت خیلی کم سرخش میکنیم، کم کم بهش آب اضافه میکنیم که تغییر رنگ بده و کاراملایز شه. بعدم بهش نمک و یک قاشق بالزامیک اضافه میکنیم. بعد از اینکه نرم و تیره شدن از رو حرارت برمیداریم. قارچو با حرارت بالا تف میدیم، بهش آب لیمو اضافه میکنیم که تیره نشه. کره قارچو خیلی لذیذ میکنه. 5 گرم هم کره بهش اضافه میکنیم. نمک و آویشن بازم تف میدیم. حالا اون گوشتای ریش شده رو بهش اضافه میکنیم و کامل مخلوطشون میکنیم. حالا وقتش اون آب گوشتی که با سیر و پیاز بلند کرد بودیم و به مخلوط گوشت و قارچ اضافه کنیم که لذیذ و آبدار بشه. یکم تف میدیم و از رو حرارت برمیداریم. نون ساندویچ رو برش میزنیم، آغشته به سس گوشت میکنیم، بعدم روش گوجه حلقه شده، مخلوط گوشت و قارچ، پیاز کاراملایز شده و اگر دوست داشتین یکم هم پنیر پیتزای کم چرب قرار میدیم. بازم نون رو به سس گوشت آغشته میکنیم و ساندویچمون رو روی صفحه گریل قرار میدیم. میتونید از این ترفند استفاده کنید که به خوبی پرس شه. هر دو طرفش رو گریل میکنیم و بعدش ساندویچ خوش عطر و طعممون آماده. حتما درستش کنید، خیلی بهتر از ساندویچ های سوسیس کالباسیه.